بسم الله الرحمن الرحیم. عزار محترم، صبح همیتان بخیر. برنامه امروز به خاطر تشریع چارچوب برای نقشه رای صلح هست که جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان امروز به ارتباط سخنرانی میفرمایند. جلالت مآب جمهور رئیس نا پدر نختی لکم تر سوپر استیج تشریف راوری اخپل وای نواب روی منن. بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان لومړی میرمن ډیر دروند ورور جناب مآب صاحب د اول ریاست جمهوری جناب سالیس، ډیر دروند ورور جناب استاد دانش د کابینې محترم غړي، محترم خویندې د مدني ټولنې علمای کرام، استادان و فعالین و له ټول نه ډیرتر وطنوالو، له ټول نه د مخه د بشریت ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. ښه راغلاست، مننه کوم چې نن مو دلته تشریف راوړ، چې هم د ولسمشر پایس او هم د یو افغان پایس باندې درسره وغږیږم. ما د ځوان لوی افتخار داده چې افغان یم، د خاورې باندې سر ورکوم، چاته نه تسلیمیږم. اما جرأت باید با تدبیر همسان باشه. از این جهت امروز ما در یک ماحول نو هستیم. ماحول نو ما چیست؟ یک فرصت عظیم برای صلح عادلانه و پایدار ایجاد شد. برای بار اول است در 42 سال گذشته که امکان از این وجود داره که افغانستان از جنگ دوامدار انشالله و تعالی به صلح پایدار و عادلانه برسه. این فرصت تاریخی یک دریچه است، دروازه نیست، شارع نیست، تنها یک دریچه است. در تاریخ ایتو دریچه به ندرت ایجاد میشه و از این جهت لازم است که ملت و دولت افغانستان با تمام تدبیر و تمرکز ای دریچه را وسیع تر بسازن و بتانیم ایره به ختم محرومیت ها و قربانی های خود بدل بسازن. در نقطه اول من میخوایم که از جناب سالیس استاد دانش و تمام اعضای کابینه تشکر کنم که بار اول است که یک تیم منسجم، هم نظر و متحد از ارگ ریاست جمهوری و از تمام دوائر دولتی اجرات انجام میده. نقاط را که من خدمتتان ذکر میکنم نقاط مشترک است، اما در مرحله نهایی نیست، چون در حالت متحول ما باید بتانیم اول یک چارچوب ایجاد کنیم تا بتانیم به اساس از او چارچوب تعمیر تکمیل کنیم. نقطه دوم است که من از اداره رئیس جمهور بایدن ابراز تشکر میکنم. از روزی که محترم بایدن رئیس جمهور امریکا شده، به اندازه یک سر افغانستان تمرکز بوده در سیاست خارجی تقریبا در هیچ موضوع دیگر نیست. تغییر جهت و تمرکز از جنگ به دیپلماسی و استفاده از قوت امریکا برای ایجاد اجماع بین المللی یک اقدام بی‌سابقه است. ما از استقبال میکنیم. اما واضح است که هیچ طرح از بیرون تنها کافی نیست. هر بحثی که میشنوین بحث‌های مقدماتی است، باید با دولت و ملت افغانستان نهایی شد. اما فرصت یک فرصت بی سابقه است. درم لخبت خارجی سیاست للمړی حلقه نه چې مو گاوندی دی نزده اولری، دوم حلقه نه چې د اسلامي نړۍ ته
او څلور ملکینه چې اروپا آسیا ته زمان نکوم. ما در یک بحث نهایت مهم و سازنده با این سه حلقه سیاست خارجی خود در حال مذاکره است. از کنفرانس دوشنبه که حتما با همکارشون زحمت نابسایب زحمت خاص کشیده ابراز امتنان میکنم، یک فرصت عظیم بود که ما بتانیم پیش از اجلاس ترکیه همسویی و همجهتی ایجاد کنیم. همه منطقه به اجماست که بدون یک افغانستان باثبات که در صلح و سلام باشه، آزاد باشه، مستقل باشه، تحول بنیادی آسیا از یک مفکوره جغرافیایی به یک اقتصاد سیاسی براعظمی امکان پذیر نیست. در 6 سال گذشته ما تانستیم که یک اجماع منطقوی را سر نقش کلیدی مثبت افغانستان ایجاد کنیم. بلا برخط داده چیل ملگر ملتونه زمانه نگو. همیشه شما خبر دارین که از کارای مؤسسات ملل متحد مراضی نبود. زیای منابیز هماهنگی نبوده، اما فضل خدا امسال از برکت مانسه به اول یک هماهنگی بسیار واضح ایجاد شده که نقطه مثبت است، مانسه به شما تبریک می. اما نقش ملل متحد در ایجاد صلح در افغانستان بدیل نداره. بنابراین انتخاب آقای جان آرنور علاوه بر انتخاب سفیر دبرال لاینز ما خوش آمدید میگیم و ضرورت واضح است که بالاخره صلح پایدار و عادلانه که در افغانستان میایه ضمانت شورای امنیت ملل متحد و تمام اعضای جامعه جهانی را داشته باشه. این یک نقطه است که باید به صورت اساسی ذکر کنیم. ما در مابین یک گفتمان ملی استیم. ما از بحث های بسیار سودمند، مهم و ارزشمند علمای افغانستان، زنای افغانستان، جوانای افغانستان، جامعه مدنی، شورای ملی و مخصوصا شورای عالی مصالحه ابراز امتنان میکنه. تمام این آتا جناب نادری صاحب از شما و همکارایتان در وزارت صلح ایجاد و از همه همکارا، چون ما در گفتمان ملی استیم قوت مردم سالاری را در گفتمان میبینیم. چون تنها از رای یک گفتمان آزاد و سازنده ما به یک اجماع ضروری میرسیم. اجماع کلی در شرایط قرن 21 غیر ممکن است، اما یک اجماع ضروری که بتانه جهت تعیین کنه نهایت ضروری است و ای از رای بحث آزاد صورت میگیره و بالاخره جای از این گفتمان لوی جرگه تاریخی افغانستان است. بیل لوی جرگه نه مقابل جهت نسو تاکنه. اوه ما آرزو داده چه پس لدینه چه انشالله تالا اول مرحله نه تیر سو او یو سیاسی موافقی تو رسیدلو 1500 غواری، 1000 غواری، 1500 طالبان راسی در افغانستان اول سرده کینی گوری چه دو پنجز کمیتو که چوک چا تا کنات ورکی. یاو لوی جرگه که کناستل در لست کالو جنگ نه دیرتر گته لدی. نو داد جرگو وطنده نقطه کلیدی مشروعیت است. یادتان است که فشار نهایت زیاد بین المللی موجود بود که ما انتخابات ریاست جمهوری را انجام ندیم. اما اگر این انتخابات انجام نمیداره امروز پیشتان ما چی حیثیت میداره؟ اگر ما تمدید ما در پستای کلیدی دولت از رای عظیم میشد که دوام کرسی خود میخواییم ایواز از این که به مردم مراجعت کنیم، مشروعیت ما چی میبود؟ دلتا دو تیکی باید فرق است. یا اصولی قربانی دارم پا دی مانا سه که دی وطن خیر و غواری او سول پا دی رازی چه دا منتخب حکومت خپل دوره پایتونه رسهی مگازریو چه پا دی که اقدام کن.
نه یوازه دی تازر یو مگازر یو چونه داریگو پیگو چه موگ نداریگی چه خلکو برای راگی سم که یو فردی موگ تا دی نظام دوام مهم ده نه دی زان دوام دوم هیچ کس فکر از ایره نکنه که زحمت افغانستان منصب اول رئیس جمهور، منصب دوم رئیس جمهور، رئیس جمهور منتخب دار استیفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میتن انتخابات پیش بیارین به زودترین فرصت که به صورت مشروع به اساس اراده مردم ما اقتدار ملی را تحویل بدیم. اما نقطه کلیدی باید واضح باشه. قوای دفاعی و امنیتی افغانستان با قیمت خون خود جمهوریت حفظ کرد. مدیش و افتخار ازیر داشتم که پلیس ها را ببینیم. او دیر منه نیاد سه. لطس نه. او تس توجه نه خواهش کنم سه. دست قطع. پای جراحت. کمر شکسته. هر کدامش گفت پس میروم. پس میروم یه وظیفه مقدس ما انجام میدم. اونم مرده اونم پختن وکړه څه غواړي وای برته مې ولېږم همدومره چې جوړ سم برته مې اول صف ته ولېږم تمام مردم باید دنیا باید بفهمه که قوای قهرمان دفاعی و امنیتی ما در میدان جنگ شکست نخورده یک اردوی شکست خورده یک نظام شکست خورده نیست که به ننواد و به عذر بره صلح را ما از دل و جان از نگاه تفکر و از نگاه تعهد خود عملی اما قربانی های قوای امنیتی و دفاعی و نقطه که اکثرا ذکر نمیشه ضرورت واضح است که ذکر شه ما از تمام کارمندای ملکی خود از اداره ملکی خود واقعا ابراز تشکر میکنم نادری صاحب شما به نمایندگی همه از شما از کل وزیر صاحب کمال خان عیده تحت از این شرایط غیر افغان کسی جرات میداشت کمال خان تکویل کنه کارکنای صحی ما مجروز در صفحه اول قرار دارند کرونا را شکست دادن خودشان قربانی دادن بدون امکانات لازمه اما تعهد خود به این مملکت ثابت کرد او کارگرای ما که سر کار می سوزه تعمیرها را می سوزه یک نقطه را ما ثابت کردیم که جنگ مانع اعمار و توسعه و تمرکز ما سر حکومت داری نمیشه 58% اداره ملکی افغانستان امروز عمرش از 40 پایین است و 30% از این اداره امروز خانم هاست من افتخار دارم که تصویر 6 سال گذشته تا امروز به صورت بنیادی فرق داره اداره هم جوان شده هم زن افغانستان در مابنش سهمگیر است و خوشبختانه هم زن افغان هم جوان افغان از خود نمایندگی کرده میتونه اوس وقت دیده نده چی مکتا تو ترهی ولی که اوه چی دا بیانا طول ولا زکر دی بانده بخو لگی یا دی بانده بخو آزاد افغانستان که آزاد زوان آزاد میرمنه خپل حق لری خپل حقوق لری اولمای کرام نه خاصتا زمن نکو از اولمای کرام واقعا در این بخش من میخوام که از وزارت محترم مرجع اوقاف تمام منصبه و تمام علمای کرام ما منطقتان در جهان اسلام به اندازه قوی بود که امروز اکثریت مطلق بزرگترین علمای دین ما ای جنگ نامشروع خواند ای جهاد نیست یک جنگ سیاسی است و ای از برکت زحمات علمای ما بود و همچنین علمای ما در حیات مذاکره ما در پهلوی زنای ما نهایت خوب درخشیدن و واقعا اینی نشان دهنده چیز نشان دهنده قوت و وحدت فکری و ملی ماست از لوی جرگه صلح از صمیم قلب تشکر می کنم اتاس پیاد دید وقتی
ماین سیبانو زلالو مگویلی چی در لوی جرگی قطنامه ایموک تگلاره ده او حقا تگلاره پسایی ده او دوده لوی جرگره غیر از خود لوی جرگه کس دیگه تغییر داده نمید و بنابراین باید بفهمیم که ارزش شایره که لوی جرگه تعیین کرد و در این بخش میخوایم از تیم مذاکره ابراز امتنان کن که با قوت تمام از ارزش های جامعه افغانستان نمایندگی صورت گرفت. چند پیام به صورت واضح بتوم که قابل درک باشه. یک، استفاده از هر فرصت برای ایجاد صلح وجیبه ملی ماست. بنابراین ما برای ترکیه آمادگی کامل داریم و برای بحث بسیار سازنده امرای ایالات متحده امریکا افتاینده دکتر صاحب خلیزاد هم کارش پس می. بحث ما یک بحث پراگنده نیست، یک بحث نهایت منظم است. دوم، وجیبه ملی ما نیست و در اینجا صلاحیت های رئیس جمهور به صورت واضح تعیین شده. اول مراقبت از اجرای قانون اساسی. خارج قانون اساسی دولت افغانستان وجود ندارد. به معنایی که ما به صورت روزانه ای را تعبیر میکنیم. قانون اساسی وجود نداشته باشه ما خودش کی گفته میده؟ شما خود کی گفته میده؟ شورای ملی خود کی میگه؟ اعلان حرب و متارکه به تایید شورای ملی. اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال. تصمیم لازم. اگر ذره شک داشته باشیم که استقلال افغانستان در خطر است، با قیمت خون خود استادگی میکنیم. اما عرض اول ما ایست که منبع مشروعیت باید واضح باشه. بنابرای طرحی که مبرای قانون اساسی را ده یک طرف میگذاره، این طرح ها با ارزش های جمهوریت مطابق نیست. هر کس فکر میکنه که از افغانستان نمایندگی کرده میتونه، پرسانشون کنید در روز آخر امضای کی با کار است که قانون مانادار باشه، از وظیفه بدلیه پرسان کن. نقطه کلیدی است که قانون اساسی وثیقه ملی ماست تا روزی که انتخابات انجام میشه و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه میرسیم در چارچوب قانون اساسی کردار و گفتار ما تعیین میشه. لدین پغیر به از برتراز خبر نجورید. انتخابات منبع مشروعیت است. به خدمتتان پیشتر هم عرض کردم در شرایط بسیار دشوار همکارای با نتیجه رسیدیم که انتخابات ضروری است، غیر از اون مشروعیت مورد سوال قرار میگیره. هر کسی که در زعامت افغانستان قرار داشته باشه منبع مشروعیتش باید اراده آزاد زن و مرد افغان باشه. در غیر از اون مساوات هر افغان با هر افغان دیگه زیر سوال میره. در چارچوب جمهوریت بحث داریم، گفتمان داریم، شکایت داریم، گله داریم، اما در این حال نتیجه داریم. کل ما خود در چارچوب جمهوریت میبینیم. و ایره فراموش نکنیم که مملکت مملکت اسلامی است. نام ما جمهوری اسلامی افغانستان است، نه تنها جمهوری افغانستان. ارزش های ما ارزش های اسلامی است. از گهواره تا گور. گفتمان ملی ایجاد شده و اینال ما میخواییم که به این گفتمان توجهتان جذب کنیم. کل طرح ما در یک صفحه است. چرا؟ طرحی که قابل تشریح نباشه و قابل پیمایش نباشه طرح نیست. 50 صفحه به مورد چی کار داریم؟ چرا پل؟ فعلا در کجا قرار داریم؟ در اینجا همه چیز جنگ شده،
و می خواهیم ابراز همدردی ما با خواهرها و برادرای ما که روزانه ترور میشیم، جامعه مدنی، واکسیناتورای ما، قاضیای ما، سارنوالای ما، اداری ملکی ما، بخش امنیتی ما، جوانای ما و تمام نهادهای ما. این جنگ، جنگ نامحدود است خواهرها و برادر. این جنگ یک جنگ بی اصول است. در طول تاریخ جنگای ما زنای افغانستان مسئول بودند. همیشه یک اصول موجود بود. جنگجو با جنگجوی دیگه جنگ میکرد. این جنگ نامحدود است و روز به روز بدتر میشه. از این طرف چیز یک صلح عادلانه و پایدار. صلح عادلانه از جهتی که اکثریت پیمانهای صلح دنیا عادلانه نبود. ثبات ترجیح دادن سر عدالت. نقش ملل متحد از خاطر از این نیست که دنیا را عادل بسازه، ایره ایست که ثبات دنیا را به. بنابراین ضرورت عادلانه نهایت مهم است که بتانیم ارزش‌ها را از پیش نمایندگی کنیم و نهادها را از پیش نمایندگی کنیم و از نسل‌های آینده نمایندگی کنیم. مسئولیت ما و شما تنها از نسل‌های زنده نیست. اکثریت چهار نسل ما آسیب دیدن هستن یا نیستن؟ از نگاه روحی مشکلات را دیدن که در روی زمین نیست. آیا باعث یک جامعه برای 42 سال ما از بنیادترین حق یک جامعه که حق صلح و ثبات است محروم نماندیم؟ هر کس آمده در اینجا سلاح خود استعمال کرده، از طرحهای خود، راههای دیگه. ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف ماست، نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد. پایدار از خاطر از این که ما بتانیم یکی دیگر را قبول کنیم. اگر صلح پایدار نباشه، غارزی اناله. چرا در مابین چیز برادر اخوارا در مابین یا دریای هلمند است یا دریای آمو یا دریای کابل، در قسمتی که پنچیر و اینا امرش جگ میشه، دریای خروشان است. چرا تصویر دریای خروشان برتان میدون؟ از خاطر که در دریای خروشان پل ساختن نهایت دقت میخواد. اگر در زمان خشکسالی ببینین خیال میکنین که هیچ گپ نیست. باز در دوران طغیان دریا که دریا را ببینین هری رود، امنی اطراف هرات را ببینین امرای هری رود و هری رود نرم، وقتی که طغیان میکنن به چی حالت میاد؟ دوم عمق پلا را نمیفهم، ارتباط پلا را با هم دیگه نمیفهم. من از این خاطر تصویر استعمال کردم که هر کسی که امرای ما شریک صلح هم میشه باید همکار ما باشه در تشخیص خطرات، فرصتها و ایجاد طرقی که خطر مدیریت شد و به فرصت بدل شد. بنابراین سه پل از پیشش تیر شدن کار داریم. سه بخش پل. ایره مستقل نمی بینم اما هر کدام از یک پل است. اما پیش از یک بریم هدف ما چیست؟ یک افغانستان مستقل، مردم سالار، متحد، اسلامی، بی‌طرف و متوسط. پس تکرار میکنم. اول یک افغانستان مستقل. امروز استقلال ما در خطر مداخله دائمی یک تعداد نهادها و یک تعداد کشورها قرار داره. بنابراین پس میاییم سر از این، اما ضرور است که بتانیم آینده استقلال خود برش ضمانت داشته باشه. ضمانت ملی داریم. ضمانت ملی ما است که اردوی ما، پلیس ما، مردم ما، امنیت ملی ما به صورت دوامدار قربانی میده. اما ضمانت بین ملی به کار است که ما به میدان جنگ منطقوی بدل نشیم. دوم، مردم سالار. تا مردم افغانستان تصمیم نگیرن
ثبات دوامدار نمی. الفنستن تنها عالم دنیایی بود که در 1815 آمد، در وقت پشاور پایتخت زمستانی افغانستان بود و بهترین کتاب را وقت سر افغانستان در تمام قرن 19 یادم نوشته. گفت افغانستان به دو طریقه دارم میشه، یا از دیکتاتوری مطلق یا از مردم سالاری مطلق. دیکتاتوری مطلق تجربه کردیم، آیا نتیجه داد؟ بایسی یک کسی که روزانه سرنوشت پدر و کاکای خود نمیفهم و قریش اولین قریش بود که بمبارد شده از طرف اسلامی، آیا میخواییم بازم اشارت تو دکار کن؟ ایجا ضرورت واضح است که مردم سالاری بایسی یک اصل ما، یکی چی رقم انسجام میتیش و نقطه دومی است. اما اصل مردم سالاری باید به جز هدف مطلوب ما به صورت دوامدار باشه. سوم، وحدت ملی ماست. وحدت ملی ما شعار نیست، وحدت ملی ما رشته‌های عمیقی است که مملکت پیوند می‌دهد. در بدترین روزهای افغانستان که از جنوب افغانستان به شمال عبور کردن از افت خوان رستم تیر شدن بود، یک روز شعار جدایی را که از دهی مملکت بالا کرد. من همیشه خارجی‌ها را میگفتم و یک گفت نمیفهمیدن. مجادله سر کابل نشاندنده نفاق ملی نبود، نشاندنده از این بود که کل مردم افغانستان میخواستن که در دولت مرکزی را به شکل مساوات و مشارکت همه ایجاد کن. و وحدت ملی ما باید در نتیجه صلح قوی تر شوه، نه ای که خدای ناکده ضعیف تر شوه. بخش دیگه از این واضح است. قانون اساسی ما، این جناب استاد دانش هم متخصص قانون است، هم در تصویر قانون اساسی نقش داشت و هم در تمام از این مدت 6 سال بخش عدلی و قضایی افغانستان رهبری کرده و در چارچوب قوه اجرایه در هماهنگی با قوه مقننه و قوه قضایه. جناب استاد، آیا از قانون اساسی ما کده که نقش اسلام در کدام قانون اساسی دیگه در منطقه نظیر داره؟ نداره. علمای درجه اول دین سر از این کتاب نوشته کده. حرف سر هویت اسلامی ما نیست، حرف سر عزیز قدرت به چی رقم مدیریت میکنی، اقتدار سیاسی رو به چی رقم مدیریت میکنی. بحث سیاسی است، باید راه حل سیاسی داشته باشی. ایره به بحث مذهبی بدل کردن و بازم افتخار این ملت است که محور اعتماد به متقابل مذاهب است. روابط شیعه و سنی در افغانستان بی‌نظیر است. بنابراین حفظ از این برای وحدت ملی ما و برای مشارکت ما یک نقطه ضروری است. نقطه بعدی، فرصت عزی آمده خواهرها و برادرها که افغانستان بی‌طرف شد. بی‌طرفی مثبت. ما نمی‌خواهیم در جنگ‌های دیگر، در جدل‌های دیگر میدان مبارزه باشیم. 42 سال بربادی ما را این حق داده که 400 سال آینده در آرامی زندگی کنیم و این وظیفه ما داریم. مانای بی‌طرفی عدم روابط نیست. افغانستان غیر از قرن 19 که به انزوا رفت چهارراهی منطقه بود. هر دوره درخشان 2500 سال گذشته رو ببینین، این مملکت چهارراه بود. محور فکر بوده، محور تمدن‌ها بوده. تمدن‌ها آمدن، بالاخره دین مبین اسلام کل از ایره در خود جمع کرد، ما را یک هویت کامل داد و وقتی که روزی که جنجال داشته باشیم با مو هویت پناه میبریم. جنگ اول افغان انگلیسی ببینید، جنگ دوم ببینید، حملات کشورهای همسایه را سر هرات ببینید، کل از این. در هرات مردم کفن پوشید اما تن نداد. از این جهت
ضرور است که ما نوع مناسبات ما تعریف شد و مخصوصا کشورهایی که به حرکات شورشی پناه میتن باید به تعهد واضح براین که پناهدهی ختم میشه. ما در کشورهای دیگه مداخله نکردیم. تمام تصمیم ما در بدترین حالات می بوده که ما نهادهای شورشی را و توریستی را پناه ندادیم، حمایت نکردیم. چون جزء اصول قانون اساسی ما و روابط بین المللی ما نبود. و بالاخره مرتبط. خواهرها و برادران، با ایجاد صلح عادلانه و پایدار ما برتان اطمینان دادم میتونم که ده ها میلیارد احتمال زیاد داره صد ها میلیارد دلار سرمایه گذاری سر افغانستان صورت خواهد گرفت و ای به یک قلب متحرک آسیا اما تو که از نگاه جغرافیا قرار داریم از نگاه اقتصاد بدل خواهد شد. آسان ترین رای رسیدن آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و آسیای غربی با هم کشور ماست. تنها لیتیمتون یک تریلیون دلار می‌ارزه. تنها طلای چند معدنتون دو میلیارد دلار می‌ارزه. از فقر خود بکشید. چرا بابا تمام روز ما میدین پشت کمک خارجی در حالی که اتصال منطقوی کلیدش است. بعد از 200 سال آسیا متحرک ترین اقتصاد دنیا شد. در پهلوی چین هم قرار دارین، در پهلوی هند هم، در پهلوی آسیای مرکزی هم، در پهلوی امارات و خلیج. وقتی که انشالله در ایران هم روابط با دنیا تغییر کنه، یک کشور عظیم است، یک اقتصاد عظیم است. تا روسیه. از این جهت ضرورت عزیز که افغانستان متصل باشه. این پروژه بزرگ که شروع شده نتیجه میده. قسمت زیاد از اینا خواهرها و برادرها از روابط شخصی ما ایجاد شد. به این معنا که ما با منطق خود بازم از دون مانسای ابراز تشکر میکنم از همه همکارا دنیا را قناعت دادیم. من فکر میکنین او خطر را که رئیس جمهور ترکمنستان قبول کرد که تپی به افغانستان بیاد کسی که قبول میکن؟ یا او خطر را که رئیس جمهور ازبکستان و فعلا تاجیکستان و پشت سرشان قزاقستان آذربایجان اینا قبول کرد؟ خب این نیست که پس افغانستان امروز به حیث ششمین کشور آسیای مرکزی یاد میشه با ایران کس دیگه خطا هم دادیم؟ چابهار؟ باکو؟ اگر دیدگاه ما وسیع باشه هیچ محدود به خشکه نیستین، نقطه ارتباط هستین، پل ارتباط هستین، چارای آسیا هستین و خداوند جلشنهو به اندازه منابع طبیعی دادید که هیچ گوشه افغانستان محروم نمیم. از این جهت ارتباط نهایت مهم است. صلح را نبیاییم که افغانستان را به انزوا ببره. امروز هزارها جوان افغان در کشورهای دیگه هستن و صدها هزار جوان افغان با یک ذهنیت نو میره. هر روز ما یک چیز نو یاد میگیرم از ابتکار جوانای افغان، از زنای افغان، از علما، از تمام که واقعا موجب افتخار است. این کشور باید مهد اعتدال باشه، مهد وسطیت باشه. میراث ابو ریحان بیرونی، میراث مولانا، میراث خوشحال خطیب، میراث علی شیر نوایی، فیض محمد کاتب غیره و غیره، نه میراث اعتدال است. از کل شعرهای بزرگ ما کلانترین نمونه اعتدال هستن یا نیست؟ فقیه ما مشکل ما ایست که ما تاریخ درخشان خود نمیفهم. فکر میکردیم که هر کس که دیروز در اکور خطک درس خواند عالم کل دنیا است. ما مهد علما بودیم، مدارس ما مهد تولید. الفت از کجا برام؟ محمود طرزی از کجا برام؟ کاتب از کجا برام؟ از مدرسه. سیستم تحصیل ما استادانش اون در قم درس خواند. کل از این ضرورت واضح داره که از نگاه تمدنی افغانا از عقده برای عقده تمدنی را ما باید نداشته باشیم. از هیچ کس کم نیستیم
و کلانترین قوت دنیا را که امپراتوری شوروی بود چکستان دیم. حالا به وقت عزیزه که کم ما هم فایده بگیریم. اروپا شرقی از برکت ما. آلمان متحد شد غیره و غیره. خب وقت عزیزه که ما هم یک کم ثمره بگیریم. 40 سال صبر کافی است. ضرورت واضح است که دایی بخش باشه. پس سر عباد پلمه. نقطه اول دیجه ایست که ما ضرورت به یک توافق سیاسی داریم. توافق سیاسی به اساس کدام هدف؟ به اساس هدف مطلوبه که تا حال برتون تشریح کرد. اگر هدف واضح نباشه چطوری کاروان به مقصد میرسه؟ و نقطه خوبی چیز هم جامعه بین‌المللی هم منطقه کلش به یه هدف مطلوب موافقه کرد. اگر یک کشور حرفای دو جانبه میزنه او در عمل امرش کار میکنه. اجماعی را که به دست دادیم به دست خراب نکنه. چی رقم خراب میشه؟ اگر ما از هدف مطلوب خود ما پایین چیم. حالا طالب هم سرش صدا میکنم بیا هدف مطلوب تشریح کن. خب مذاکره است. دو توافق بر آتش بس و نظارت بین المللی آتش بس. خواهران و برادران اگر در چند هفته چند روز آتش بس اعلان شد حمایت از صلح به صورت اساسی بلند میره یا نمیره؟ نقطه کلیدی است که اگر آتش بس ضرورت ملی است طالب از آتش بس ترس نداشته باشه. و آتش بس نقطه بعدیش است که نظارت کار داره. از نگاه جمله بندی کلمه آتش بس بسیار آسان است. من از جناب سالیس قلبا تشکر میکنم که پیچیدگی های از این ناره به اندازه دقیق سنجیدن که ضرورت فکری بسیار زیاد است. در عمل باید یک چیز باشه که نوع آتش بس نباشه که باز تمام دستاوردهای قوای دفاعی و امنیتی تان از دست بدیم. این دقت کار داره و ما آماده استیم. نظارت بین المللی از خاطر از این که سلامت و ملامت باید از هم تفکیک شه. سه تفاوق بر اصول یک حکومت صلح. ما حاضر استیم در قانون اساسی استاد شما تشریف داری در چارچوب قانون اساسی یک حکومت صلح ایجاد شده میتونه و وظایف اسیره با موافقه مشترک ما تعیین کرده میتونه. ما پس در از این به تفصیل میم اما ضرورت واضح است که مشارکت سیاسی در ایجاد یک حکومت صلح انعکاس پیدا کنه. چهارم اصول تضمین منطقه‌ای. اینی کلانترین فرصت است مخصوصا در ترکیه که ما بتانیم تضمین منطقه‌ای را برای آینده افغانستان بگیریم. این هم بحث‌های دو جانبه از طرف ما کار داره هم بحث‌های چند جانبه. چون بدون این تضمین زمینه از زیر فراهم میکنه که از تطبیق از این نظارت شد. نقطه بعدی از این امرای منطقه و جامعه جامعه باید به یک نتیجه برسیم. خطر دهشتگری، خطر توریسم چیست؟ آیا ما افغان ها رو میمونن و تنهایی مبارزه کنیم یا مبارزه مشترک است؟ چی میخواییم از یک افغانستان آزاد مستقل آباد در مبارزه بارد روز؟ کدام کشور منطقه نیست که ادبایش در تروزم نیست و در زندانای ما نیست و همچنین بحث مواد مخدره. 40 تا از بزرگترین قاچاق برای دنیا را جامعه بین المللی از ما درخواست کرد لوجرگه و حکمری هاییشو نداد. اینا چی میکنن؟ چند تا یزی به نام طالب دستگیر شده بوده اما دلست طالب ها بود.
جامعه بین‌المللی باید آینده همکاری با مواد مخدره را با جامعه افغانستان واضح بسازد. نقطه پنجم که بیشترم خدمتتان ذکر کردم، با موافقتنامه که میرسیم باید لوی جرگه افغانستان مورد بحث قرار بگیریم. تا لوی جرگه با آزاد برای آزاد خود ایره مشروعیت بده. پیمان های دیگر در گذشته افغانستان دیدیم. وقتی که مشروعیت ملت نداشت، چون شکل مراجعه وجود نداشت. یکی به مشهور امیر دوست محمد خان است، وقتی که تسلیم شد و تسلیم شد مکناتن از جای خود افتاد، چون فکر نمیکرد. گفت اهل حل و عقد بخوای بیبی که باز با کی رای میتن. انواع مشروعیت، شکل مشروعیت، اما نقطه کلیدی لوی جرگه نهایت ضروری است. این پل اول است. کل نهادهای افغانستان خواستن شورای مصالح ملی در این دخیل هستند. طرحهای مختلف با هم یک جا میشه، به یک مسیر واحد، به یک طرح واحد بدل میشه. که از طرف هم ما دیدن که بدسته محتویات بس نکد، عنوانا رو بس کد، چون از یک طرف بحث داخلی میخواین، از طرف دیگه بحث امرای جامعه بین ملی اومد، و از طرف سوم باید طالب امرایش بحث داشته باشه. نقطه دوم مینال جد حکومت صلح است. لومړی عرض میدر تا دو دلتا دی چوک ما ویلی چیدی پر افغانستان که صلح راسی زه و همکارانم آزریو چیدی دی حکومت انتخابی مده لنده کن. دلیل مت صدق یو عظیم پروپاگند مخکل ویدله چه یو چو نفر دی افغانستان که سرکی اشرف غنی صلح نگواری زکا غواری تر آخر اخپل دوره پوره کی زکا در تاستا چول تیلان کن. راسی مکسر دی مافقه او که لمانه داره گی چه لمانه نسی گتای زبازان پخل میدان او باسم دی دی وطن دی پاره پا دی منطقه که بز داو یا رولرم چه لمبلای ولس مشریم چه خدمت تا با قدرت بانده ترجیح ورکو. او وضاحت دی او دوم غواریو چه دیده حکومت اهداف مطلوب اهدافی چه مخکم در تا تشریح کنه. در اینجا یک کار باید حکومت صلح نکنه و او مدیریت انتخابات است. ما آزادترین انتخابات روی زمینه میخواییم. با ایجاد آتش بس خطرات امنیتی انشالله تعالی بسیار کم میشه و نقطه کلیدی تمرکز سر از این میشه که مشارکت مردم بوجود بیاد. خوبی قانون اساسی افغانستان است که هیچ کاندید بدون از این که به تمام اقوام افغانستان و مردم افغانستان مراجعه کنه انتخاب شده نمید. وی خود به خود وحدت ملی تقویه میکن. ای که کی چی سهمه داشته باشه ده حکومت او قابل بس است. باید سرش بس کنیم. اما این حال من میایم سر از این که چرا تاکید ما و همکارای ما سری حکومت صلح است. اول قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان امرای ما به ایس سرقماندان آلای خود رفتار کرد. یک روز یک کس شاهد است که اگر امر سرقماندان آلا از طرف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نفی گفته شده باشه. در کدام نقطه افغانستان ما نرفتیم؟ با کدام صفه؟ با کدام قدمه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان ما بغل ندادیم؟ از سرباز، بریدمل، افسر، ساتنمن، تمام از اینا و همچنین ایره از نگاه تاریخی یک کلمه خدمتان ذکر میکنم. در تاریخ ما بعد از آمد شاه با تا امروز تنها دو جنرال در اصل بود، آمد شاه با و نادر خان. دیگه شاهزاده بود عبدالرحمن خان از خاطر جنرالیش نبود، از خاطر
و آیا کودتای قادر و همکارایشون افسرهای نظامی به نظیر نبود که در ظرف یک هفته قدرت به کمیته مرکزی داده؟ اینجا یک فرهنگ عظیم مشروعیت مرکز وجود داره. این 2500 سال تا سابقه داره دقل. اگر مشروعیت سرقماندان آلا را گرفتین، قوای دفاع امنیتیتون از کی اطاعت کنید؟ خب از این خبره؟ او که قواد امنیتی و دفاعی نی، اربند به چه بدلیگی؟ یاو چوک بده بل پغاری؟ او یاو تکیز پوازی توگه در توایم. هر چوک چی محاسبه کهی، سی ده افغانستان ملی پوزونه. بعد داکتر نجیب در دوران غنده تفرقی تلارسی، بیاد فکر رو کی. داخل ملی وحدت لری، انسجام لری. او خپل مشتابه بانده باورمنده ده. ولس مشتابه، لملای ماوینه، دوم ماوینه. وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس دی امنیت ملی، مشاور دی امنیت ملی، طول ملکی دی. او دا واضح طریقه داده دا مملکت یو خاص فرهنگ داری. انقطاع در قمانده نهایت خطرناک است و پیام ما برای قوای دفاعی و امنیتی ما ایست که سرشان معامله نمیشه. ایدوی وینه تا مک به قدر گول او سکاله به انشالله و تعالی تا سپه چو و نهی که دیده شاهد و سی چه دیدوی شهیدانو تا هم به کابل که هم به قندار که پلومری قدم که او پس لغنه طول و نورو خارو که به مسکن ورکول که او دیدوی عزت بساتل که. دوم، اداره ملکی. از اول سوالی تا ریاست جمهوری یک سیستم واضح وجود داره یا نداره؟ ای که ما بین خود ما شکایت داریم تا اصلاحات میخواییم و گپ دیگه است. اما ایچه یک دولتداری با وجود آمده. تنها مقدار کاغذ روزانه رو ببینین که بر من میاد. اگر رئیس جمهور، معاونینش، اعضای کابینه، والیا، ولسوالا، صلاحیتشان از نگاه قانونی واضح نباشه، به چه رقم امور پیش خود بود؟ ما یک کلمه داشتیم در گذشته او رو پاچاگردشی میگفتیم. دمو تا حالا چور نمیمن. ضرورت واضح است که تداوم نظام وجود داشته باشه. این معنی تداوم اشخاص نیست. تداوم نظام است که به صورت اساسی باید وجود داشته باشه. سه، پروژه اقتصادی بزرگ دار. اینا رو چطور به ثمر میرسن؟ کمال خان بند طول نازه گوی. نه تل وقت بندونه به انشالله و تعالی تاسه یا او گوری چه سر ترسیگی یا پیلیگی. که در افغانستان او بو مدیریتونه کورچکالی را بانده ده. ایموگ مسئولیت داده چه دیده پارت سوله که او تمام او بود مدیریت پریکد و اوزان قرار آرام و نیستید چه که باران و سوخه که او نسو ایموگ مسئولیت ده. در این زمین چار تعهدات ما امرای جامعه بین ملی. نقطه دیگه اقتصاد کشور است. در طالبانو به دوران که در افغانستان صادرات 10 میلیون دلار رو. تا اصلا خواهند ارونه ما تا یو مثال او خیلیچ در 15 کالو که چه آباد سو. کم آبادی بود؟ در دلکشا جماعت خود ما تکمیل کرد. زد داویار لرم چه خپل همکارانو سره زر جماعتون همی نمی جور کردی. طالبان چو جور کردی. 15 کالا سره پرتلک. خبر پده که در 100 کال انشالله و تعالی در افغانستان صادرات به 2 میلیارد تا رسید. خواهر و برادران قسمت عمده سرمایه در افغانستان سرمایه تاجر است. اگر فضا را مساعد نبینن در 4 روز پرواز میکنه. بخش صنعتی تان بخشی که در ساختمان است سرمایه ثابت است. دیگه کلش متحرک. در اینجا خواهش ما از تمام جامعه افغانستانی است که از حالت ابهام و ناامیدی برای این حکومت دارین حکومت فعال کنیم. این کار دیگه نیست.
ثروتتان خودتان مهار کنید. اما مهمترین مسئله بر مایه است که مردم افغانستان که خانه و کاشانه خوده به صد زحمت به هزار قربانی ساختن، پس در فکر حرکت و مهاجرت از این کشور نشه. امید مایه است که صلح پایدار 4 میلیون انسان ما را که در کشورهای خارج هستند پس بیاره. امروز اون دکتر سبال مششتن اخلاق سب اینا خطر مهاجرت 1 میلیون افغان است یا نه داخل به اروپا. جامعه اروپا باید واضح درک کنه که خطر چیست. در داخل میلیون ها به جای شده میتونه. انقطاع موجب نارامی میشه. و خب امروز حال ما دست دیجیتال سازی و بحث های واضح استیم. بحث های مسئولیت انتقال از ایره و درک از ایره از طرف مردم ما کس درک نمیکنه. نادری صاحب ار طرح در ایجه مردم فکر میکنن که زور است، امر است و حکم است. ما مسئولیت ملی کار داریم. مردم ما باید به فکر آرام کارهای خود انجام بدن تا این قطع نبه. از این خواد قانون اساسی و میکانیزمای تطبیق حاکمیت در دوره ای حکومت صلح ضروری است و خود از این موجب از این میشه که اعتبار طالب سراینده بیاره. ما باید یک نظم و نظام با اونا انتقال بدیم در مشارکتشون. این نمیگم که حکومت، اما شیوه نظم، شیوه حکومت داری را، شیوه مدیریت که ما باید از این شامل شد و برنامه حکومت داری باید توسعه پیدا کنه، نه ای که تقلیل پیدا کنه. 8 برنامه ملی در چند ماینده تکمیل میشه، بلا خبره پر امنیت بندد که تداوم نیی در سول حکومت پر دوران که بد امنیتی با اسمان دوخیست. السلفادور تا گوره، گوتمالا تا گوره، نور زیود حتی جنوبی افریقا تخبل طول نظم و استبداد زره، بی امنیتی زیاد است. بل تاسی پیگه چه طول نلیوال ترهرگری دل افغانستان هدف نیوله. داعش تا گوری 4 کال مخی که اعلان نوک سوریه تا مزه، عراق تا مزه، افغانستان تلرسی. زکای دوی به فلسفه که جنگ آخر الزمان لافغانستان نشروع کیگی او په سوریه که ختم میگی. دلتا دقت پکارده چه برتا واقعی خپل افغانی کلتور تا، خپل اسلامی عنانی تا، چه مساوات تا، عدالت تا، او خاصه تا دیو بل منل دی اغتا لرسو. او دا بیلی دینه چه نظم نی دا دوره چه وقت تک میگی؟ دی تاکنو سر انتخابات نقطه کلیدی پای از دوره باید باشه. ما و مامن سب به نظر عزیزیم که هر چی ای دوره کوتاه‌تر باشه بهتر است. دلیلش چیست؟ بدون رای انتخابات تصادف زیادتر شده می ده. ما کل تعهد ما از خاطر از این نیست، خدای ناکد از مسئولیت شانه خالی میکن، اما کل فکر ما سر عزیز که عبور در این دوره یک قسمت تلاتوم است که روزانه در اعمال باز افراد میبینیم. یک نفر در شورای ملی نداره، آمدن خود اعلان میکنن که جهت سیاسی است، امرای طالبان مستقیم مذاکره میکنه. خب مذاکره تان چیز غیر خط تسلیمی داده. خب همون 3 کلمه طالبان را باید داشته باشه، یا بیعت میکنه یا معیت میکنه یا تسلیمی میده. میدان وسیع تر بسازه، این گفتمان ملیز. اما این تلاتوما قابل مدیریت است و دیدن نظامتان آزادی بیان قبول کرده. ما خود در خطر نمی بینیم که هر
نظریه را سانسور کنید. کشور آزاد هسته، بیاین اگر کسا قناعت دادید اهداف مطلوبتان را بیاین از رای مردم ایجاد کنید، باز هزار دفت. اما در مرحله دوم خطرات واقعا جدی است و سوم اینال مرحله عبور است. در مرحله عبور ایجا ما بایس یک فرد، بایس یک هموطن تان نظریات خود همبایتان شامل میگیم. قانون اساسی افغانستان با آسانی با وجود نامده. یک کتاب بسیار خوب یک پروفیسر امریکایی که نامش فیض احمد است نوشته کرد برام افغانستان در طلوع، یعنی فهم چی دمی روزا در پشتون ترجمه شد. این دوره قانونگذاری امان الله خان و قانون اساسی اول افغانستان به شکل بسیار بارز و واقعا مبتکرانه تفسیر کرده. در زمانی که قانون ما اولین صاحب اولین قانون اساسی خود شدیم، تنها مملکت مستقل در کل جهان اسلام بودیم. ایران در حال تقسیم شده، ترکیه در حال جنگ داخلی بود بر جنگ آزادی خود، عربستان سعودی هنوز عربستان سعودی نبود، کل باقی جهان اسلام مستمره بود. خصوصیت دوم قانون اساسی ما چی بود؟ یک متخصص بین‌المللی در این حضور نداشت. متخصص بین‌المللی اروپایی امریکایی رو غربی. خاصیت دیگه چی بود؟ کلانترین علمای دین از افغانستان، از هندوستان و از امپراتوری عثمانی با هم دست دادن و کمیته ایجاد قانون اساسی رو بوجود آورد. زیر هر ماده قانون اساسی مولوی یوسف عبدالواسی، یکی از بزرگترین علمای ما که در تاریخ ما تیر شده و تمسک القضاته، مولوی یوسف عبدالواسی تمام شریعت در 1100 چند ماده در 2 جلد خلاص کرد، نامش تمسک القضات گذاشت. این رقم کتاب در کل منطقه بی‌نظیر است. اینا قانون اساسی را آوردن، زیر هر ماده مولوی سید عبدالواسی امضا کردن که مطابق به شریعت غورای محمدی است. از او روز تا امروز تمام قوانین اساسی ما اساسش دینی مبین اسلام است. که دوی بسته رازی دلتا باید پوسید، دلتا یه واضح سابقه موجوده بود و سیستم عدلی و قضایی ما از زمان امیر شیرعلی خان، اول شروعش دوست محمد خان است، بعد خوب یک سلسله وسیع است. یعنی سلسله را باید بفهمیم که افغانستان نه تنها قانون اساسی اسلامی داشته، پیش قدم بوده در دنیای اسلام و منطقی بسیار خاص خود داشته و یا مصرف لوجیرگ تصویب شد. قانون اساسی 80% تعدیل شده میده، 20% که تعدیل شده نمیتونه دو چیز است. یک ماهیت نظام است، ماهیت اسلامی نظام. دوم حقوق بنیادی افراد است، فصل 2. ای که در حکومت چی رقم تغییر میرین؟ او با مردم افغانستان تعلق داره. ای که شکل اداره را چی رقم تغییر میتونه اینا. اما نقطه کلیدی با تداوم و تغییر در مابین خود و نوع تعدیل قانون اساسی باید به اساس فرمایش قانون اساسی صورت بگیر. قانون اساسی از بیرون کنار گذاشته شده نمیتونه. چوک دیده صلاحیت لری چی مکتوبه چی قانون اساسی میاو خواتا داوکی داوکی کلمان امزا غواری دار قم سنت باندی زمزان نکوم ما تمزوان می دو تو تهمیت نلری دو سوکال باد قضاوت افغانان را تا مهم دار. نقطه دوم بازم بحث یک فردی که زندگی خود وقف افغانستان کرد. این جامعه ضرورت به یک پیمان سیاسی داره. بدون یک پیمان سیاسی به ثبات رسیده نمیتونین، دست همسایه از کشورتان کوتاه نمیشه. از او خاطر باید تمام سیاسیون افغانستان در دوران
از فرصتی که در دوران حکومت صلح ایجاد میشه با هم بشینن سر یک میثاق سیاسی به نتیجه برسن که برنده تمام حکومت به دست گرفته نمیتونه. باید سر یک مشارکت سرتاسری ملی فکر کن و این ضرورت تعدیل قانون اساسی نداره، یک میثاق ملی میخواد. مهمترین نمونه از ایره اگه میخواین فنلند است. فنلند بعد از جنگ اول جهانی یک جنگ بسیار سخت داخلی را تیر کرد. کسایی که به دست راست مشهور شده بودن یا به حرکت دست راستی کمونیست‌ها را شکست دادن، اما اینا یک اقدام بسیار بزرگ کردن، مغلوبین آوردن در حکومت و اینا به یک پیمان اجتماعی رسیدن، پیمان سیاسی. او چی بود؟ دست مغلوبین چپی حقوق شهروندی را، خاصتا حقوق اقتصادی کارگرا و اینا را تاکید کرده. دست راست سر ایجاد ثروت کار کرد. نتیجه شی بود که فنلند هم مردم سالار شد هم ثروتمند، از یکی از فقیرترین کشورها. از او روز تا بال فنلند حکومت ائتلافی داره. راه‌های مختلف وجود داره، اما یک میثاق پیمان سیاسی فکر منسجم کرد و باید به صورت اساسی سرش فکر شه که منابع سرشار ما و مخصوصا فرصتایی که نسل جوان ما داره، زنای افغانستان داره، همه از اینا به چه رقم ایجاد میشه. نقطه سومش ادغام مجدد ماجرین و بجا شدگان است. ایره چند در پیشترم خدمتان ذکر کردیم، بیایم تکرار. زد داود خان پا آخر کال که لارم دکترات پاره می دو بگل سر امریکیت، آقا وقت که 99% در افغانان افغانستان کن، نن یو لوی دایسپورا لری او دا دایسپورا تس یو خواته نسی خوده، تنها جناب سالی سبت دایسپورا سر نزدین کار که مسئولیت 1,000,000 اروپا، امریکی، کانادا، استرالیا که دکلر ای دوی زلونه، مخصوصا دوام درم نسله افغانستان سره او خاص علاقه لری، مگر که تاسی او نپاله بیاسی خارجیان که گی. تمام فاجعه افغانستان از نگاه 240 میلیارد دلار ما بین سال 1978 و 2002 نقصان دیدیم، اما ایجاد سرمایه بشری که در دایسپورا آمده از چند صد میلیارد دلار که زیادتر است، به شرطی که ما عقل داشته باشیم. آیرلند اینا به پای استاد کردن، چین اینا به پای استاد کردن، هندوستان با او بزرگیش و در ایران پیش از ایجاد تزیرهای نو رئیس جمهور محترم ایران مرا گفت که زیادترین ایجاد کار در ایران از طرف دایسپورا ایران در امریکا صورت میگیرد. یک سرمایه بسیار بزرگ. و دوم، آیا فکر میکنین که ثبات در افغانستان بدون حل مسئله مهاجرین ما در پاکستان و ایران صورت گرفته میتون؟ خواه همیشه خودشان یک کار میکنن، در پاکستان باز برتان میگن که او منبع از این مهاجر است، او مهاجر بیچاره. ضرورت واضح است و ای پس به چی تعلق میگیره؟ ثروت افغانستان را باید ایجاد کنین، مدیریت کنین. دوم، به جای شدگاه داخلی فراموش نکن. نقطه چهارم امنیت است. مسائل امنیتی ما دقت میخواد. باید واضح توگه دلتا راسو یا نتیجه تو رسی. جنگ چه او داریگی؟ خب معلوم دار وطر راسی. اما خطرات ده بی امنیتی پا دس ساحه که پا ده منطقه که کافی دیردی. دلتا ده چوگ ساده فکرونو باندران نسی چه سبا سول راغلا سول سر امنیت راست. دا وقت خوردی. همه باید کلانترین عامل امنیت مشارکت سیاسی است. کلانترین عامل امنیت در آینده همپذیری است. کلانترین عامل امنیت در آینده ایجاد فرصت برای فقیرترین
اقشار جامعه است. مهمترین عامل امنیت کاریابی بر جوانای ماست، توجه بر زنای ما. اگه این عامل، یعنی امنیت، تعریفش از امنیت فیزیکی به امنیت اجتماعی باید بدل شد. یک جامعه مسئول، خود مسئول میداند که بتانه ببینه که فرصت داره و ایجاد فرصت تراوت فکر میخواد. چیز را که ما میخواییم بجای بگذاریم یک مسیر است که نمی تعقیب شد و در اینجا ثروت طبیعی افغانستان خواهران برادران مدیریت کار داره. در افغانستان پانگ در افغان در اولست پاره ده، باید افغانستان در خیر در پاره مدیریت سی و قوه بشری ما کلانترین عرف ماست و اولویت های انکشافی مخصوص هست. خوشبختی افغانستان است که غریبترین ولایتش در جمله ثروتمندترین ولایتش است از نگاه منابع طبیعی. اما این منابع طبیعی بدون ایجاد زیربنای قرن 21 شما از پیش استفاده کرده نمید. هم فرصت هم چالش بنیادی اقتصادی افغانستانی است که بعد انقلاب صنعتی اول که ترانسپورت بود، انقلاب صنعتی دوم که ذوب آهن و برق بود، انقلاب صنعتی سوم که اینترنت بود و انقلاب چهارم که دیجیتال سازی و ماشین های هوشمند است، همزمان باید سرش فکر کنیم. اگه اینا بیاین و پس پشت ازی برین که نه، همه چیز تیار است، چند لقمه از خارج برتان میایه، کمک خارجی رای حل نیست. امید است که واضح شده باشه که چارچوب بندی را که ما ایجاد کردیم هم مسیرش واضح است، هم قابل پیمایش است، هم قابل غنی‌سازی است. ضرورت روز چیز در ترکیه با یک آواز برید، با انسجام برید. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نو برسیم. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است. اگر همکارای ما میخواین که ترکیه واقعا یک نقطه عطف باشه، باید پیامای بسیار واضح را همه برای همکاری داشته باشه. دایه دی امید برخه ای پلان الف است، اما وضعیت با کشت و کشتار کروان داره، با تخریب کروان داره، هوشیاری میخواه، تمرکز میخواه. ما باید لحظه غافلگیر نباشیم و اگر خدای نکده طالبان این فرصت طلایی را از دست دادن، باز ملت افغانستان باید دوباره تصمیم بگیره. در او حالت هم خواستن لوی جرگه ضرور است. امید است که در اینجا وضاحت برتون داشته باشم که مفکورای حکومتای معقد به ثباتی میره. کس حق رای گرفتن و انتخاب شدن از کس نگیره. بیام دزلیل کمی نمانه نکم چه ماتم در فرصت راک ایله ده گوختنم داده چه پدراتون که لسورسو که طول یو ملی بس که واقعا برخه واختی نظریات دستول شورا سرم شریک کندی. تل دوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. بخیر باشه.